خبری از تحولات قیام مردم سوریه. اپوزیسیون سوریه اعلام کرد دکتر ابوالفتح البوزم مفتی دمشق از رژیم اسد جدا شد. البوزم که به ترکیه پناهنده شده در نامه ای اعلام کرد جداییش از رژیم اسد به منظور پایان دادن به ظلم و سرکوب در سوریه و خدمتگزاری به مردم این کشور است. بوزم به علمای سوریه پیام داد که خود را از مسیر مرگ ناخوشایند نجات دهند. در همین حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد تا کنون 120,296 نفر در سوریه جان خود را از دست دادند که از این تعداد 6,365 نفر کودک بودند. از سوی دیگر هیئت عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد رژیم اسد با حمایت شبه نظامیان حزب الشیطان لبنان و پاسداران رژیم ایران بمباران شهر سفیره را افزایش داده است. زهیر الحارثی عضو کمیته امور خارجی مجلس شورای عربستان گفت اپوزیسیون سوریه موضع واضحی دارد. کشورهای منطقه و در پیشاپیش آنها عربستان سعودی نیز از برکناری اسد از قدرت پشتیبانی می‌کنند. ما خواستار پیروزی کنفرانس ژنو 2 به معنای پایان بحران و التزام به تعهدات ژنو 1 یعنی وجود یک دولت انتقالی هستیم. زهیر الحارثی در گفتگو با تلویزیون الجزیره افزود سپاه پاسداران رژیم ایران و شبه نظامیان حزب الشیطان لبنان که مردم سوریه را می‌کشند مورد پشتیبانی رژیم اسد هستند. وقتی ما صحبت از تروریسم و حامی آن می‌کنیم، همین دلایل اثباتی است که ثابت می‌کند اسد مرتکب جنایاتی شده است که در عصر کنونی بی‌سابقه است. آخرین خبر این ساعت. تلویزیون CNN گزارش داد اسرائیل به یک پایگاه نظامی در لازقیه سوریه حمله هوایی کرده است. یک مقام دولت اوباما که این حمله را تایید کرده گفت اسرائیل خطوط قرمزی دارد که اگر از آن عبور شود دست به عمل می زند. انتقال این نوع موشک ها به حزب الله یکی از همان خطوط قرمز است.